بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام حضور شما دانشجویان گرامی، در جلسه هفتم مضمون سازمان های بین الملل دو قرار داریم. در جلسه ششم یا در درس گذشته بحث ما از سرزمین های غیر خود مختار مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می شد که ما گفتیم که صلاحیت رسیدگی به سرزمین های تحت سرپرستی یا تحت قیمیت سازمان ملل متحد به عده مجمع عمومی سازمان ملل متحد میشه، یعنی هر موضوعی که مربوط به سرزمین های تحت سرپرستی بود توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیدگی میشد. و بحث دیگری که خواندیم مسائل داخلی سازمان ملل متحد بود، در قسمت از جمله مسائل داخلی یا کارهای داخلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ما انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت گفتیم و بعدا انتخاب اعضای شورای اقتصادی اجتماعی و انتخاب اعضای ارگانهای تخصصی خواندیم و بحث بعدی تهیه و تنظیم بودجه سازمان ملل متحد بود که چون بودجه سازمان ملل متحد یک بحث خیلی مهمی بود ما مفصل در مورد ازی مطالعه کردیم و نوعی تنظیم بودجه سازمان ملل متحد جدا خواندیم و نوعی تصویب جدا خواندیم. و سه نکته هم که در مورد بودجه سازمان ملل متحد خیلی مهم بود، یک از اینه های سازمان ملل متحد بود و در قسمت از اینه های سازمان ملل متحد بودجه عادی سازمان ملل متحد مفصل خواندیم و همچنان بودجه مخارج پیشبینی نشده و بودجه صندوق تنخواهگردان خواندیم. بحث دیگری که در قسمت بودجه سازمان ملل متحد خواندیم نحوه تنظیم و تصویب بودجه سازمان ملل بود که گفتیم در قسمت تنظیم بودجه سازمان ملل متحد یک سری کمیته های فرعی و یا ارکان فرعی نقش داشتند که از آن جمله مهمترین کمیته فرعی که نقش داشت کمیته پنجم بود و دیگر کمیته های هم بود که به طور مفصل خدمت شما مطرح شد. و در قسمت تصویب بودجه سازمان ملل متحد هم گفتیم که حرف آخر در قسمت تصویب بودجه سازمان هم بازم به کمیته پنجم مجمع عمومی سازمان ملل متحد میزد. و بحث دیگری که یا نکته سومی که در مورد بودجه سازمان ملل متحد صرف عنوان شما در درس گذشته خوانده بودیم نحوه تصمیم بودجه سازمان ملل متحد بین دولت‌های عضو است که در این جلسه انشاءالله عنوان درس ما یا شروع جلسه ما از نحوه تصمیم بودجه سازمان ملل متحد بین دولت‌های عضو میباشه. بس دیگری که انشاءالله میخوانیم صلاحیت‌های غیر انحصاری مجمع عمومیه. نحوه تصمیم بودجه سازمان ملل متحد گفتیم که اینا از جز صلاحیت های انحصاری سازمان ملل متحد بود. با مطالعه نحوه تسعیم صلاحیت های انحصاری مجمع عمومی ختم میشه و بعد صلاحیت های غیر انحصاری مجمع عمومی مطالعه میکنیم. عنوان بعدی که انشاءالله میخوانیم کمیته های وابسته به مجمع عمومی میباشه و اگر فرصت بشه آیین کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مطالعه خواهیم کرد. نحوه تسعیم و یا سهم‌بندی بودجه سازمان ملل متحد میان دولت‌های عضو سازمان. نحوه تسعیم و تقسیم بودجه سازمان بر اساس آیین کار مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق می‌افته و یا صورت می‌گیره. کمیته سهمیه‌های مجمع عمومی مخارج سازمان ملل متحد و یا مصارف سازمان هر دو سال یک بار میان دولت‌های عضو سازمان تقسیم می‌کنه. نه تنها که کمیته سهمیه ها سهمیه دولت های عضو سازمان ملل متحد مشخص می سازه، بلکه سهم دولت های غیر عضو سازمان ملل متحد هم که در یکی از ارکان فرعی سازمان ملل متحد عضویت دارن یا فعالیت دارن رو مشخص می سازه. یعنی وظیفه کمیته سهمیه ها می باشه که بر علاوه از اینکه سهم دولت های عضو سازمان ملل متحد مشخص می سازه در بودجه سازمان ملل، سهم دولت های غیر عضو سازمان ملل هم که در یکی از ارکان فرعی فعالیت داره مشخص بسازه. یعنی دولت های هم که عضو سازمان ملل نیستن ولی عضویت در یکی از سازمان های تخصصی یا ارکان تخصصی سازمان دارن باید یک سهمیه پرداخت کنن.
بعد از اینکه سهمیه دولت‌های عضو سازمان مشخص شد، دولت‌های عضو سازمان مکلف هستند که در شروع سال جدید مسیحی سهمیه خود پرداخت بکنند، که خود شروع سال جدید مسیحی سال مالی سازمان ملل متحد نیز محسوب میشه. در صورتی که یک سال مالی دولت عضو با سال مالی سازمان ملل متحد اختلاف داشته باشه، دولت عضو سهمیه خود پرداخت نمیکنه و یک کسری بودجه به وجود میاد. و یک کسری بودجه به وسیله صندوق تنخواهگردان یا صندوق ویژه سازمان ملل متحد پره میشه یا رفع میشه. که ما این بحث قبلا هم گفته بودیم که کسری بودجه سازمان ملل متحد به وسیله دو صندوقی که مطرح شد همواره رفع میشه. در تقسیم بودجه سازمان ملل متحد یک سری معیارهایی در نظر گرفته میشه، یعنی با در نظر گرفتن یک سری معیارهایی است که بودجه سازمان ملل متحد میان اعضای سازمان تقسیم میکنند، که مهمترین یا اصلی ترین معیار قدرت واقعی پرداخت اعضای سازمان ملل متحد است. برای تشخیص قدرت واقعی پرداخت دولت های عضو، یعنی که بفهمن کدام دولت تا چی اندازه قدرت پرداخت داره، میانگین درآمد سرانه و درآمد ملی دولت عضو محاسبه میکنن. البته میانگین 10 سال گذشته درآمد سرانه و درآمد ملی دولت عضو محاسبه میکنن. بعد از اینکه محاسبه کردن، قدرت واقعی پرداخت دولت عضو مشخص میسازن، یعنی این دولت تا چی اندازه قدرت داره و تا چی اندازه میتونه از بودجه سازمان ملل متحد یک سهم پرداخت بکنه. به خاطر از اینکه قدرت پرداخت مد نظر بوده، به می خاطر بیشتر سهم از بودجه سازمان ملل متحد بیشترین سهم همواره توسط آمریکا و انگلستان و شوروی پرداخت میشه. یعنی چون قدرت از قدرت های بزرگ هستند و نسبت به دیگه دولت ها بیشتر قدرت پرداخت دارن، به این خاطر که همواره بیشترین سهم را از بودجه سازمان ملل متحد پرداخت میکنن. مجمع عمومی سازمان در سال 1970 تصمیم برای گرفت که معیارهای دیگری را به خاطر تصمیم بودجه به معیار قدرت واقعی پرداخت اضافه بکنه. به این خاطر بعد از یک سری مذاکرات و یا گفتگوهایی که صورت گرفت، تصمیم برای این شد که معیارهای جدیدی هم مثل معیار جمعیت دولت ها و یا مثلا معیار یا برانهای اقتصادی کشورها، که چی برانهای اقتصادی پشت سر کرده یک دولت، و یا همچنان مثلا قدرت تبدیل پول داخلی یک دولت به ارز خارجی مد نظر گرفتن. یعنی برای از این معیار قدرت واقعی پرداخت یک چند معیار دیگر هم اضافه شد که این معیارات مجمع عمومی در نظر گرفته بعدن سهم دولت عضو مشخص می‌سازد. و به این ترتیبه که بودجه سازمان ملل متحد سهم بندی میشه بین دولت‌های عضو سازمان ملل. صلاحیت های غیر انحصاری مجمع عمومی سازمان ملل. صلاحیت های غیر انحصاری به این مفهوم که اینا یک صلاحیت هایی است که تنها در انحصار مجمع عمومی سازمان ملل نیست، بلکه این صلاحیت ها یک صلاحیت مشترکی که توسط مجمع عمومی و یک دیگر از ارکان سازمان ملل متحد صورت میگیره. از جمله صلاحیت های غیر انحصاری مجمع عمومی، مهمترین صلاحیت غیر انحصاری مجمع حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشه. دومین صلاحیت غیر انحصاری انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری. صلاحیت غیر انحصاری بعدی انتخاب دبیر کل و همچنان پذیرش اعضای جدید سازمان، اخراج اعضا و تعلیق عضویتشان. و آخرین صلاحیت غیر انحصاری مجمع اصلاح منشور سازمان ملل متحد می باشه، که ما هر یک از این صلاحیت های غیر انحصاری به صورت جداگانه و به شکل مفصل و مشرح مطالعه میکنیم. نخستین صلاحیت غیر انحصاری مجمع عمومی حفظ صلح و امنیت بین المللی است و مهمترین و اصلی ترین
صلاحیت غیر انحصاری مجمع امین حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشه. این صلاحیت مجمع عمومی با صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل تداخل داره، چرا که ما قبلا گفتیم که حفظ صلح و امنیت بین المللی مهمترین و اصلیترین وظیفه شورای امنیت سازمان ملل متحد است و از طرفی چون مجمع عمومی هم در حفظ صلح و امنیت بین المللی نقش داره، بناهن صلاحیت های این دو رکن شورای امنیت و مجمع عمومی تداخل داره. مهمترین اختیارات و وظایفی که مجمع عمومی در این زمینه داره قرار زیر می باشه. اولا که منشور سازمان ملل متحد به مجمع عمومی اختیار داده که هر مسئله یا امری که در حدود اختیارات یا صلاحیت ها و وظایف هر یک از ارکان منشور مقرر در منشور سازمان ملل متحد هست مورد بررسی و بحث قرار بده. یعنی اختیار به مجمع عمومی داده که مجمع عمومی هر مسئله و یا هر وظیفه ای که یا هر امری که در اختیار و یا صلاحیت دیگر ارکان باشه مورد بررسی و رسیدگی قرار بده، مگر در مواردی که یا در هر قضیه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد او قضیه در حال رسیدگی باشه. چرا که ما گفتیم که وظیفه یا صلاحیت مجمع عمومی در برابر صلاحیت شورای امنیت صلاحیت ثانوی می باشه. یعنی اگر شورای امنیت به یک قضیه رسیدگی میکنه یا در حال رسیدگی به یک قضیه است، مجمع عمومی نمیتونه دخالت کنه در او مسئله و در کل خود مجمع عمومی میتونه که به شورای امنیت و یا دیگر اعضای سازمان ملل متحد توصیه های انجام بده. و یا در صورتی که مثلا فعالیت های شورای امنیت سازمان ملل در بخاطر وتو یکی از اعضای دائم شورای امنیت به بنبست مواجه بشه، مجمع عمومی میتونه که در مورد اون مسئله به بحث بپردازه و اون مسئله مورد بررسی قرار بده و در صورتی که نیاز باشه قطعنامه صادر کنه. یک نقش دیگری است که مجمع عمومی به خاطر صلح و امنیت بین المللی داره. و همچنان فعالیت دیگر یا وظیفه دیگری که در قسمت انجام میده مجمع عمومی از طریق کمیته اول مجمع عمومی است. کمیته اول مجمع کمیته ای است که مربوط به مسائل سیاسی و امنیتی می باشه که باز بعداً کمیته های مجمع عمومی ما می خوانیم. از طریق کمیته اول خود مجمع عمومی به مسائل سیاسی و امنیتی می پردازه و کار سوم یا هدف سومی که یا وظیفه سومی که مجمع عمومی انجام میده، مجمع عمومی یک از وظایف عمده مجمع عمومی نظارت بر تمام فعالیت های سازمان ملل متحد می باشه و به خاطر این وظیفه نظارتی که داره هر سال گزارش کاری فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنان گزارش کاری دبیر کل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی میآید و مجمع عمومی این دو گزارش را بررسی میکنه و یک سری توصیه هایی که نیاز باشه به شورای امنیت و دبیر کل انجام میده. و از طرف ما گفتیم که مجمع عمومی اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد را انتخاب میکنه و چون اعضای غیر دائم هم در واقع 2/3 اعضای سازمان ملل متحد اعضای شورای امنیت هستند، به این ترتیب مجمع عمومی میتونه که در ترکیب اعضای شورای امنیت نقش داشته باشه و با وجود تمام اختیارات یا اختیارات وسیع که مجمع عمومی داره، بازم در قسمت حفظ صلح و امنیت بین المللی نقشی که مجمع عمومی ایفا میکنه یک نقش ثانوی میباشه. یعنی نقش اولیه در قسمت صلح و امنیت بین المللی شورای امنیت سازمان ملل متحد داره. قبلا گفتیم که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی نقش دومی داره و نقش اولی در زمینه حفظ صلح شورای امنیت سازمان ملل متحد داره. بعضی از دولت‌ها به خاطر افزایش نقش مجمع عمومی در زمینه صلح جهانی یک سری اقدامات انجام دادن، یعنی که مجمع عمومی هم بتونه که مانند شورای امنیت
در زمینه ابتصال و امنیت بین‌المللی نقش پررنگی داشته باشه. به خاطر یک سری از فعالیت های انجام دادن. نخستین کاری که کردن تشکیل کمیته میان دوره‌ای بود. کمیته میان دوره‌ای چی زمان تشکیل شد؟ در زمان یا در خلال جنگ سرد، زمانی که روابط آمریکا و شوروی تیره شده بود، شوروی در شورای امنیت از حق ویتو زیاد استفاده میکرد و اکثر قطعنامه‌های شورای امنیت را ویتو میکرد. به این خاطر بود که کارهای شورای امنیت فلج شده بود. یعنی عملا شورای امنیت اقداماتی که انجام میداد اقدامات موثری نبود، چون شوروی زیاد از حق ویتو استفاده میکرد. بنابراین آمریکا چون که در مجمع عمومی از حمایت دولت های زیادی برخوردار بود و حمایت کننده های زیادی در مجمع عمومی داشت، در سال 1947 پیشنهاد کرد که تصمیماتی که مرتبط باشه با حفظ صلح و امنیت بین المللی از شورای امنیت به مجمع عمومی انتقال پیدا کنه. یعنی پیشنهاد کرد که شورای امنیت یعنی نقش اولی در حفظ صلح و امنیت بین المللی مجمع عمومی داشته باشه، نه شورای امنیت سازمان ملل. به این خاطر بود که کمیته میان دوره‌ای تشکیل شد. این کمیته میان دوره‌ای با شرکت تمام اعضای مجمع عمومی صورت می‌گیرد و هر یک از اعضای یک عضو در کمیته میان دوره‌ای داشتند. و اختیاراتی که کمیته میان دوره‌ای داشت این بود که میتونست در زمینه هر اختلافی که به مجمع عمومی ارجاع داده میشد مذاکراتی انجام بده و همچنان میتونست در شرایط اضطرار اجلاس یا مجالس اضطراری مجمع عمومی تشکیل بده و از تمام اعضای مجمع عمومی دعوت کنه که در اجلاس اضطراری شرکت کنه. اگرچه شوروی بعدها گفت که این کمیته میان دوره ای نقض منشور سازمان ملل متحد هست و یا برخلاف منشور سازمان ملل متحد می باشه و یعنی کلن نفی کرده، رد کرد این کمیته، ولی در سال 1948 و 1949 مجددن یک بار دیگر هم این کمیته تشکیل شد، ولی باز هم یک مرتبه دیگر هم تشکیل شد، ولی دیگر تا امروز دیگر این کمیته تشکیل نشده. و از او به بعد شورای مجمع عمومی از طریق اجلاس های عادی و اجلاس های اضطراری که داره، که بعدا باز اجلاس های مجمع عمومی را میخوانه، از طریق این دو اجلاس اضطراری و اجلاس عادی خود به مسائلی که مربوط به امنیت بین المللی باشه تصمیمات در مورد میگیره و یا این مسائل بررسی میکنه و در صورت نیاز توصیه های صادر میکنه. تلاش دیگری که دولت ها یا برخی از دولت ها انجام دادن به خاطر افزایش نقش مجمع عمومی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی قطعنامه اتحاد برای صلح بود. قطعنامه اتحاد برای صلح در سال 1950 توسط مجمع عمومی سازمان تصویب شد و این قطعنامه نقش مجمع عمومی در قسمت حفظ صلح و امنیت بین المللی افزایش میداد. و این قطعنامه چی زمان تصویب شده بود؟ قطعنامه زمان تصویب شد که شوروی در شورای امنیت حضور نداشت و به خاطر اعتراض به کارهایی که سازمان ملل متحد انجام میداد موقتا شورای امنیت را ترک کرده بود و در غیاب شوروی دولت ها قطعنامه اتحاد برای صلح تصویب کردند. در البته این قطعنامه اتحاد برای صلح توسط وزیر خارجه آمریکا آقای اکسون مطرح شده بود. در قطعنامه اتحاد برای صلح درج شده که هر زمانی که شورای امنیت سازمان ملل برای مقابله و برای اعزام نیرو در وقت تجاوز نتونه اقدام موثری انجام بده، یعنی زمانی که یک صلح در سطح بین‌الملل نقض میشه و یا اقدام تجاوزکارانه انجام میگیره صورت میگیره، زمانی که شورای امنیت نتونه اقدام به موقعی انجام بده، مجمع عمومی سازمان ملل یک جلسه فوق‌العاده تشکیل میده
و به خاطر اعزام نیروهای نظامی به مناطق بحرانی تصمیم گیری میکنه. یعنی در این قطعنامه درج شده بود که هر زمانی که شورای امنیت نتونه اقدامی انجام بده، بلافاصله مجمع عمومی میتونه که فعالیتی انجام بده. یعنی به این مفهومه که نقش مجمع عمومی در قسمت صلح و امنیت بین المللی افزایش پیدا کرده بود.